همین دیگه، مبارکشون باشه. تموم شد؟ با یک ولاگ دیگه. چطورین؟ صدای منو از باکو میشنوین؟ کشور آذربایجان. ما همین الان رسیدیم هتل. به وقت باکو الان ساعت 3 صبحه، به وقت سان فرانسیسکو 4 بعد از ظهره، و ما تا رسیدیم فرودگاه و موبایلمون رو روشن کردیم و اینترنتمون اومد، سارا خبر داد که از طرف بانک تمام اون وامای تمام اون مدارک وام و فلان و اینا رو فرستادن برای محضر، برای همین فردا صبح خودشون میره دیگه محضر امضا میکنه و دیگه تموم میشه میره. متاسفانه علی رو در تصویر نداریم به خاطر اینکه خیلی یه کار واجب داشت که الان باید توی دستش میرفت انجام میداد، و دیگه خلاصه گفتم بذار همین اول ولاگی خبر خوبو بهتون بدم. حالا امضا هم که سارا کرد، بازم بهتون خبرشو میدم که دیگه وای تموم بشه بره. حالا ما الان خب میگم به ساعت مغز ما، به ساعت سان فرانسیسکو ساعت 4 بعد از ظهر دیگه، ما حالا اینجا ساعت 3 نصف شب اینا هنیم، چیکار بکنیم؟ اصلا هم خوابمون نمیاد و مثلا خسته و اینا اونجوری نیستیم دیگه، نصف شبی جایی هم که نمیشه بری مثلا بگردی کاری کنی. در نتیجه احتمالاً سعی میکنیم خودمون رو به زور بخوابونیم دیگه فردا و چند روز آینده دیگه، با تور باکو و ریس فرمول 1 و دیگه براتون میگم کلی چیز هیجان انگیز. ما رو توی این ولاگا دنبال کنیم. آذریه دیگه. بچه ها سلام، امروز قراره که من برم خونه صدفینا رو دیگه بزنم به نام خودم، چون که از اونجایی که میدونین بچه ها که نیستن، اگر خونه میخواستن من میموندن. خلاصه که قراره که من این خونه رو به نام خودم بخرم و من دارم اینجا اینو ثبت میکنم، و اینکه صدف خانوم و علی آقا قراره که این قسطش رو تقبل کنن. از اونجایی که فامیلیم این برنامه رو ما گذاشتیم. خلاصه که من امروز ساعت 5 دقیقه دیگه، ساعت 6 و 20 دقیقه 6 و نیم اینا، باید برم از خونه بیرون. ساعت 7 باید اونجایی باشیم که این دیگه قرارداد امضا میکنیم، مثلا اینکه 1500 تا دوباره امضا قرار انجام بشه. بعد اینکه من شما رو در جریان وقایع خواهم گذاشت. این خانم فندق مثلا انگار نه انگار که داره یه خونه جدید میخره. فندوخی داری خونه جدید میخری؟ منو ببین، خوشحالی؟ قربون تو برم من؟ قربون اون ناز کردنات برم من که اینقدر قربون صدقم داره میری. فندق عزیز من،
از خالت حساب ببر حداقل. همچین خانم جنتلمنی. خب من رسیدم، زود هم رسیدم، از اونجایی که خیلی آدم آن تایمی هستم منتظرم که مامانم بیاد، به خاطر اینکه ما با دو تا ماشین جدا اومدیم، مامانم از اونجا بعدش میره سر کار، منم برمیگردم خونه میرم سر کار دیگه. حالا منتظرم که بیاد، با اینکه خیلی منو هول کرد که وای دیر نرسیدیم، زود بریم زود بریم زود بریم اینا، ولی من زودتر رسیدم. حالا ما منتظریم که ایشون بیاد و اینکه بریم تو دیگه معامله کنیم بره. خب مادر قضیه هم وارد عمل شد، اومد که مطمئن شه من خونه رو میذارم به نام خودم. خب اینو خونی زندگیاتون برم من نگرفت. خیلی هم خوب، ما میریم خونه رو بزنیم به نام من. بای. خبری نشد از سارا؟ چی میشه حالا؟ الان 7:40 خب طول میکشه بابا، یه دو تا امضا نیست که. یه زنگی بزن بابا. آی بابا. خب بسطه کارو خیلی بزن. آقا مفتخرم که اعلام کنم اینجا الان تو آذربایجان ساعت 6 بعد از ظهر و به وقت سان فرانسیسکو ساعت 7 صبح. یعنی چی؟ یعنی الان سارا در حال امضا کردنه از اون تایم دیگه، ولی حتما به موقع. یعنی آره اون آن تایم قطعا رفته، چون اونا گفتن حتما با رفت سلوجه باشی. ما منتظریم که یه چند دقیقه دیگه زنگ از سار طرف سارا داشته باشیم. آره حالا ولی در کل خیلی جالبه، اولین چیزیه که فکر کنم یکی از عزیزانی که تو این داستان هستش گفتش که من هیچ وقت کسی رو ندیدم که از دور صاحب خونه بشه و ما این اتفاق افتاد، چون حضوری هم گفته بود. خلاصه حالا سارا زنگ زد، ما بهتون اطلاع بدیم. ما داریم امضا میکنیم، من یه نیم ساعتی هست که دارم امضا میکنم. اتفاقی افتاد اینه که من وکیل جفته، هم صدفم هم علی. وقت هر دونه ای رو که از این مثلا 1000 صفحه من باید امضا بکنم، بعد یه پاراگراف بنویسم، مثلا علی فلان فلان، سارا فلان فلان، وکیلش فلان 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 فلان، بعد همه اینا دوباره واسه صدف. خلاصه که الان دست این دست هم دیگه، شما ببینید. من 400 صفحه فکر کنم بیشتر امضا کردم و همین دیگه. مبارکشون باشه. چه چطوری؟ سلام داماد گلم. حالا شما چطوری؟ به دوبین سلام کن. برم مبارکشون باشه. اینشالله به خیلی خوش. تموم جان؟ تموم. اینم سالا. میگه عجب خونه خریدم برای خودم. سارا جون تبریک میگم خدمت رو. آقا دست درد نکنه ها، یه تمام. اوکی اینا رفتن به خودشون هم میرسن، شیرینی خونه به حساب من. به حساب آره دیگه، صدف ارواح. اومدیم سون به حساب ببخشید، ما اومدیم اینجا الان یه دونه کافی بخوریم به عنوان کارمندان. آره دیگه عزیزم، ما که میدونی نداریم دیگه تای حسابمون، ما دیگه دستمال گیجیم با بیندک. خب صدف خانم تبریک میگم، در باکو صاحب هتل شدی در مغازه زارا. صاحب هتل شدی؟ نه صاحب خونه شدی در مغازه زارا. تموم شد. دب 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 یس 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 دیپ. لا لا همه ما رو نگاه میکنن چه اینجوری. تبریک. نمیدونن که چقدر مشقت کشیدیم. چقدر مشقت کشیدیم.
ماشینا رو اینا علامت گذاری کردن از کنار دریای خزر یا کاسپین سی یا احتمالا شروع میکنن در کنار هتل هیلتون. آقا در باکو هستیم، یه چیز باحال دیدیم. داستان اینه که هر کی بتونه اینو بلند کنه از اون سوراخ ببره مال این میشه. فکر کنم این نقره است. ببین یارو، آها، این همه خانوما میرن دستاشون کوچیکتره ولی زورشون نمیرسه. سنگینه. برو برو ببین چی میشه. برو ببین چی میشه. Let's go. آره بابا، یه همین پولی که داریم. نه نه نه. زنگازمون آزم زده. چی شد؟ آه بیا ببین ببین چی کار میکنم. داری میگیره؟ نه دستش رو میچنه کچولوه نازوکه نازوکه ولی قویه نازوک قوی برو 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 اما اینجا کار میکنه، کارمنده. سه ماهت بریشن 30 ماه میگه سه تا بده صدا بخوام بره. سه ماهت وای چه مال اتمه بالغ 700 bize 750 maaş şok verdik. Gel burada 10 nefer otur. Tamam ben ne alakalı? Sen 5 maaş. Sen 5 maaş. İyi refikumun tur İstanbul'u mu hadi? 5 maaş. İyi beladan ya zabuna. Kardeşlik. Benim düzü team var. Kardeşlik ol. Can you ask me to say half change? Alo tamam. Abur oyna bak sen var bu şey. Change'i vur. Vur vur sana. Vur vur. Ha. 3 verir kardeş. Çıkartsa. Tamam. We have 10 var. 3 ve Paris veriyoruz. Ha verir. Ha okey. Gel. Moruz abi. I'm getting. Getting. Go to the hell, really. Getting. Miga I'm getting. Senin kenar. Buyur. Onu da yıkılabilir. Kim kiminle kardeş? Kol. Hadi abi, hadi abi. Şu anda araç geldi mi? Merhaba. 5 minut. Valla be. 3. 4. Welcome. Welcome baba dasta talam baba. Aferin. Good job. Good job. Good good. Good good. Super. Good job. Aferin. Aferin. Good job. Dante Guri. Dante Guri. Dante Guri. How is your hand? How is your no, it's actually, see? Not true, you are. It's very heavy. Heavy. Okay. Very heavy. Okay. We need to drink. Yes. We need to drink. Let's go. Let's go. الان ما اومدیم صبحانه آندریا که دیگه اصلا سر از پا نمیشناسه. این نونی که میبینی اینجا اینجا درست میشه. من که نمیفهمم چی میگم ولی اینا دارن یه سری توضیحاتی میدن در مورد این چای و این نون و این تشکیلات. آذربایجانی با چای ترکی رو میگن. آها چون فکر کنم اگه درست فهمیده باشم ترکا یه ترکیه چای رو میچشونن.
به نظرم منطقی نمیاد ولی اینا دم میکنن درست اینجا دم میکنن مثلا آره توضیح داد تو ما ببینیم چون ایشون خونه نفیشه چون که هستن مال استانبول این هم تمام این میز اینفلوئنسر های همین جا این هم که آندرگراند خودمونه در حال مون درست کردن کورس اول آوردن کورس اصلی رو املت ایرانی رو ببینن یعنی سبک ایرانی و که خودمون آذربایجان رو کلا ما رو این منطقه است خیلی دیگه خوش که قراره اینم بیاد برای همین ما خفه کردیم خودمون رو با این نونا خب ما الان توی اولد تاون باکوییم که میشه شهر قدیمی و واقعا هم یه دروازه داره که ازش میای تو این دیواری که میبینین اینجا میره حدود نیم کیلومتر طولشه این دیوار قرن 12 هم این دیوار رو ساختن وای چه نفس هم بلنم زیادی خوردی واقعا خفه کردم خودم اطلاعات جدید گرفتم براتون گفتن که آذربایجان آخه ما اینجا اوکی بذار بگم ما اینجا الان داشتیم راه می‌رفتیم گفتیم اما هتلمون نگاه کن این هتلمون و اینا شبیه شعله‌های آتیشه بعد تور گایدمون گفتش که اصلا آذربایجان آذر یعنی آتیش و این اسم حالا از کجا اومده و اینا اون موقعی که عرب اومدن اینجا رو گرفتن هم چیزی مردم آذربایجان در قرن 9 اسلام رو قبول کردن قبلش زرتشتی بودن و خب آتیش برشون خیلی مقدس بود و اینم از همون جریان میاد باکو هم اسم در واقع بین المللیشه که میگن باکو ولی خودشون میگن باکه که یعنی شهر یعنی شهر باد و واسه همینم هم خیلی باد میاد حالا یه ذره خوابید ولی در کل همش باد میاد خیلی جالبه که بدونید اومدیم ما همسر عزیزم پارک جواب ندی چرا پارک رو ترجیح میدی به خونه خب توی پارک مون فضای سبز است ساکت شلوغ نیست ما اومدیم توی قسمت فنولی فرمول 1 ولی فقط صداشون رو میشنویم الان یه جوریه که ما هیچی نمیبینیم البته یه LCD بزرگ بود اینا همچنان دارن پرکتیس میکنن چیز میکنن تمرین میکنن و اینا خلاصه ما هم دیگه گفتیم یکم وقت داریم تا اینکه بریم مرحله بعدی مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی 1:45 دیگه است که اینا که تمرینشون تموم شد ما رو سوار یه تراک میکنن میبرن تو ریس تراک میگردونن یعنی میریم تو خود ریس تراک شهر خیلی چیز جالبی احتمالا باشه بعدش هم باحاله ولی تا اون موقع بوده یه ساعت و نیم وقت داریم همجور بیم اومدیم عیال پارک برای مثلا فواره هست و چمن و تشکیلات دیگه
در واقع سومه دیگه نه؟ امروز سومه مسافرتمونه و امروز با موزه شروع میکنیم. این موزه ای که ما الان اومدیم اسمش هست هیدر علیف مرکزی، حالا با لهجه داغون اگه بخوام بگم. بعد یه موزه ایه که خیلی من تعریفشو شنیدم، حالا الان بریم توشو میبینیم، از بیرونش هم فیلم گرفتم و این فعلا توشه تا بریم شروع کنیم. امروز خیلی روز باحالیه به خاطر اینکه بعد از اینکه این موزه رو دیدیم میریم توی پداک کلاب خود فرمول 1 که اون قسمت سرپوشیده‌ایه که مثلا خود درایورا میان، نمیدونم چه میدونم، آدم معروف ها میان، سلبریتی ها میان. ببخشید. بله بفرمایید. این مجسمه عجب استیل عجیبی داره. او من این برای چه ندیده بودم. استیل ورزشکاریه. فرشته است دیگه به هر حال. دیگه خلاصه آره خیلی باحاله و با ما همراه باشین ببینیم چه خبره. فکت جالب، میگن اگر این ساختمون رو از بالا نگاه کنی چه نور خوبیه. نه همینجا دیگه بایم سن با تون حرف میگه که اگه وایسی این ساختمون از بالا نگاه کنی مثل امضای هیدر علیف. گفتم هیدر علیف کی باشه؟ گفتن که پدر رئیس جمهوره. و گفتم که خب پدر رئیس جمهور چرا باید آدم مهمی باشه؟ معمولا خود رئیس جمهور آدم مهمیه، که یه سری توضیحات دادن که خیلی مثلا آدم مهمی بوده دیگه. همین بریم سراغ بقیه جاهاش. خب اینجا تکون بخورم. جی 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 جین داریم میریم به سمت موزه ماشینای کلاسیک. تعریف اینجا را ما خیلی شنیدیم از همه بچه بیوتی ها که میگفتن حتما اینو ببینیم، خودشون هم خیلی تعریفشون میکنن. ببینیم ببینیم چیه. وای نگاه کن چقدر بزرگه. بیوک مدل 14 مال سال 1910 فورد تی 1918 بیوک برند مستر 6 1927 خیلی داره دیگه کامل تر میشه همجور که میریم جلو ماشینا. در که الان همه داره ولی مثلا شیشه داره سخت داره. پورشه 550 ای اسپایدر مال سال 1955. ببین این بی ام دبلیو مال سال 1939. وای بی ام بوده ای خدا چقدر این بوده. بی ام دبلیو 300 ایسته تا 1961. درش از جلوه، همچین چیزی دیگه بودیم تا تو عمرتون. این شورلت بل ایر 1957 ولی خدایی ببین چه رنگایی داشته ها ماشیناشون، رنگای هیجان انگیز. اینم یه بنز 300 اس ال گالوین 1956. علی میگه یکی از گرونترین هاست اگه فکر کنه، چون که یکی اخیراً تو آکشن فروش رفته بوده خیلی گرون بوده. اونجا هم این بنتلیه در تصویر دوستان عزیز 1961 و بوگاتی رو داریم در تصویر. قطعا مشکله، هیچ اطلاعاتی راجبش ننوشتی که مال چه سالیه و اینا. شخصیه. اینو برمیداری یا بنز رو؟ من؟ هیچ کدومو. مجانی بدن؟ آه همجوری بدن. خب اینو برمیدارم دیگه. بنز خیلی باحاله. بیا میخوای چیکار کنی؟ اون برای دکور خوبه فقط، نه اینکه مثلا ببری بیرون حیفه، ولی اینا میتونی ببری بیرون. ما رسیدیم اینجا فرمولا 1 پادوک کلاب. حالا باز اینجا هم نمیدونم درست که مثلا اینکه جمعه مختلف داره.
حالا بیشتر الان یا... دفعه اولمونه شما احتمالاً بیشتر از این دفعه اولتونه. اونایی که خیلی آشنایی با این قضیه کم صبور باشین بریم ببینیم. یه چیزی که الان اومد، یه آقای اومد الان اینجا. آقا آقا این اومد، همه این نظام ها همه این دوری نیست. با من نمیدونم کی بود. لوئیس همیلتون که رکورد داره، واقعا رکوردش مثل شوماخره. همه جمع شدن جلوی ام‌جی. بیشتر از روزایی که وقت داشتیم، یعنی مثلا ساعت 11 اون را آخوریم از سوپر دیگه. الان اومدیم میریم یه اون قسمتی که اسمش هست فنزون، که مثلا یه سری بازی داره که انگار که خودت داری ریس میگه، مثلا اونجا رو میکنیم، بعد رژه رایبرهای بعدم دیگه خود ریس شروع میشه و دیگه امشبه هم تکنم گودبای پارتی جعفره. آره گودبای پارتی جعفره. ما حالا امیدواریم بتونیم عکس بگیریم با اینا، اگه بشه خیلی خوب میشه. حالا ببینیم چی میشه. آره روز که نیومدن توی نه دیروز حالا نمیدونم اگه امروز بالاخره چون قهرمان میشن شاید مثلا بعضیاشون که بردن یه چرتی بزنن. حالا ببینیم چی میشه. شد که مکس برد و فراری از اوت شد، از دور خارج شد. پس بدیم این کلا رو ببینیم.
on his gearbox. He would just pull away, and even I could see Lando in the first ride on him, but couldn't overtake. And en hälften av alla förskolebarn barn. آقا اینم از امروز دیگه داریم میریم دیگه هنوز یه سری از اون درایوراشون دارن اونجا مصاحبه میکنن ولی دیگه خیلی گرمه دیگه بریم نمیدونم فکر کنم الان میریم هتل البته خدا کنه اینطوری باشه یه استراحتی بکنیم و حاضر شیم و دیگه امشب شام آخره دیگه ولی همه خوشحالن از علی امضا گرفت ویدیو گرفت عکس گرفتی اصلا من از تیم پیکان هستم اگر میخواین از حالش با تشکر ویژه از فرمول 1 و با کوسیت سیرکت که ما رو دعوت کردن خیلی تجربه جالبی بود خلاصه بریم آقا چه بچه زرنگی شدم منی که تو ماشین خوابم برد چون دیگه از مسابقه اومدیم هتل تقریبا یه رو وقت داشتیم لباس عوض کنیم و یه دقیقه مثلا بشینیم و اینا من تو این یه رو با اینکه منگه خب حالا آرایشم خدای کاری نکردم خیلی فقط یه روز زدم ولی موهامو از حالت صافی درآوردم لباس عوض کردم علی هم از روز اول که اومده بودم میگه من این لباسامو پس کی بپوشم من میپوشم خدا رو من خوابو بیاری پوشیدم آخه امروزم باز یهویی گفتن که نه دیگه نریم هتل یه راست بریم شام و ما گفتیم نه فعلا بعد علی تنها چیزی که نگرانش بودیم بود که پس این لباس هم من که بپوشم چون هر روز ما با لباس های تور مثلا از صبح رفتیم دیگه رستوران من با مشقت لباس ها رو میارم از اون برای دومی ها بردم بپوشم دیگه قربون چشمات اومدن سراغ بچه ها همه رو میخوام بلند کنم یا عبد فرد Top 10.